وضع بهتر زندگی و امنیت نسبی در شهر مزار شریف شرایط رانندگی را برای زنان در آن شهر فراهم ساخته است. در حال حاضر در برخی از نقاط شهر مزار شریف زنان بر جلو موترها دیده می شوند. خبرنگار ما جلال میرزا در زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم یک جا می بینیم. ماریا رحیم از جمله نخستین خانم هایی است که در شهر مزار رانندگی می کند. او می گوید که با توجه به وضعیت کنونی شهر مزار، خانم ها از هر گونه آزادی برخوردار هستند. خانم ماریا رحیم استاد پوانتون بلخ است و بیشتر از یک سال می شود که رانندگی می کند. نام برده می گوید که تا کنون با هیچ گونه مشکل جدی روبرو نشده است و اکثر اوقات با وی برخورد محترمانه صورت می گیرد. بسیار وقتها در اثنای رانندگی گاه گاهی با بعض مزاحمت های بسیار جزئی برمیخورم، مثلا و این گناه مردم نیست. وقتی به یک پارگی یک خانم پشت فرمان موتر میبینن، یک چیز خارج از تصورشان است. ماریا رحیم میگوید از زمانی که خودش رانندگی میکند به کارهایش به سادگی میتواند رسیدگی کند. امروز خانم ها در این شهر میتونن آزادانه درایف کنن، چون یکی از اساسات زندگی امروز هم رسیدن به هدف است و موتر یک چیز است که اونا را زودتر میتونه که به موعود مقرر و جایی که ضرورت داره اونا را برسونن. رانندگی توسط خانم ها در اکثر کشورهای جهان یک موضوع عادی و معمول میباشد، اما در افغانستان هنوز هم این سهولت همگانی نشده است. خانم ماریا رحیم از مردم میخواهد تا در برابر رانندگان زن مخالفت نشان ندهند. اگر مردها خواسته باشند، بسیار خوب و بسیار محترمانه و بسیار انسانی میتونن که خانم ها را کمک بکنن و در هر بخش بر از اونو یک بال پرواز باشن. بالاخره خانم ها در افغانستان بالهایشان شکسته بود و اینا تازه تانستن که امی فرصت ها و زمینه های تازه را در زندگیشان پیدا بکنن. خانم ماریا رحیم از دیگر خانم ها میخواهد تا برای رسیدن به اهدافشان تلاش کنند و خود را با در نظر داشت جامعه عیار بسازند. او میگوید که زمینه های پیشرفت برای زنان در این شهر بیشتر از شهرهای دیگر فراهم است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر مزار.